ابتدا میخوام ارزیابی شما رو بدونم از طرح راه اندازی این کلینیکی که گفته شده برای ترک بی‌حجابیه، چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بله، منم به شما و مخاطبین شما سلام میگم. من فکر میکنم با اطلاعات کمی که در رسانه ها منتشر شده، اینجور به نظر میرسه که این مرکز به صورت آزمایشی و قرار کارش این باشه که بی‌حجابان را در حقیقت ارشاد بکنه برای اینکه با حجاب بشن یا فضیلت های حجاب رو بهشون نشون بده. ولی معنای عملی این کار اینه که در حقیقت کسانی که بی‌حجاب هستن از نوعی مشکل روانی رنج میبرن و احتیاج دارن که مورد مشاوره قرار بگیرن و به راه راست هدایت بشن. این درک در مقایسه‌ای که با مرکز ترک اعتیاد میشه تا حدودی در واقع هم قابل درکه و همین که در تاریخ هم ما سابقه داریم، یعنی در گذشته هم در اتحاد جماهیر شارویه گذشته هم کسانی که مخالف سیاسی بودن از نظر حکومت اون زمان در حقیقت کسانی بودن که دارای اختلالات روانی بودن و اونا رو میفرستادن به درمانگاه‌های روانی برای اینکه اصلاح بشن و برگردن به راه راست. و در حقیقت این تلقی از مسئله حجاب در ایران میشه گفتش که این افراطی ترین در برخوردی که ما تا امروز شاهدش بودیم و نشون میده که مسئولین و دست اندرکاران مسئله حجاب هیچ درسی از تجربه سالهای پیش متاسفانه نگرفتن و همچنان با لجاجت سیاستی رو دارن ادامه میدن که به طور گسترده در جامعه مورد اعتراض اقشار مختلف مردم، حتی کسانی که حجاب دارن. بله آقای پیوندی، چرا حکومت ایران نمیخواد قبول کنه که در سیاست اعمال حجاب اجباری شکست خورده؟ 45 ساله که از همه تریبون‌هاش استفاده میکنه، از صدا و سیما گرفته تا مدارس و دانشگاه‌ها برای تبلیغ ایدئولوژی اسلامی و تحمیل حجاب اجباری، اما گویا حیات خودش رو، هویت خودش رو گره زده به موضوع حجاب. چرا؟ من فکر کنم در حقیقت جمهوری اسلامی از همون ابتدا اقتدار دینی خودش رو به مسئله حجاب از جمله وصف کرده، متصل کرده، تعریف کرده و به خاطر همین هم کوتاه اومدن در حوزه حجاب براش مثل عقب نشینی از ماهیت و هویت دینیش هست از نظر خودش و اینا یک شکست بزرگی برای خودش میدونه. اما من فکر میکنم فراتر از این، حجاب در واقع دو تا مسئله اصلی برای حکومت داره. اول اینکه بی‌حجابی را حکومت در این 45 سال معادل در حقیقت برهنگی و میشه گفتش که یه نوعی فساد اخلاقی میدونه و این را هم منتسب میکنه به فرهنگ غرب. بنابراین مبارزه حکومت با فرهنگ اون چیزی که اون فرهنگ منحط غرب میخونه با مبارزه با بی‌حجابی در حقیقت ارتباط داره. و از طرف دیگه خب این بعد کاملا سیاسی هویتی که به مسئله حجاب و بدن زن داده در عمل در حقیقت باعث شده که در ایران مسئله حجاب به یه موضوع سیاسی و هویتی تبدیل بشه و نه یک موضوع کاملا دینی. اما یه بعد دیگه هم وجود داره که خیلی مهمه و اون بدن زنه. من فکر می‌کنم برای حکومت در حقیقت کنترل بدن زن در عرصه عمومی یک چالش بسیار اساسیه، برای اینکه او بدن زن را تبدیل کرده به شر مطلق. یعنی اونجایی که گناه میتونه اتفاق بیفته، اونجایی که انحطاط اخلاقی میتونه انحطاط بیفته و کنترل این بدن را بخشی از وظیفه خودش تعریف میکنه، بخشی از اون نظام اخلاقی خودش تعریف میکنه و فکر میکنه که در واقع اینی که زنها به طور خودمختار صاحب بدن خودشون بشن، این بدنی که 45 سال توسط حکومت به گروگان گرفته شده رو در واقع دوباره به دست بیارن، از نظر سیاسی هویتی برای حکومت در حقیقت این یک شکست بزرگه. بله. این حکومتی که در واقع بدن رو تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده و جامعه هم درست در واکنش به این عمل حکومت امروز مخالفت خودشو با حکومت از طریق نمایش بدن و از طریق اعتراض به حجاب اجباری نشون میده و در حقیقت ما در یک جنگ سیاسی هویتی واقعی بین جامعه و حکومت هست.
آقای پیوندی، میخوام تحلیل شما رو بدونم درباره این تقابل هر روزه بخش بزرگی از جامعه ایران با حکومت در مواردی که حکومت ممنوع اعلام کرده که کم هم نیستن، از رقص و شادی گرفته تا نوشیدن مشروبات الکلی و همینطور تعیین نوع پوشش، جامعه ایران به چه سمتی میره؟ ما در حقیقت در ایران مقابله دو تا فرهنگ داریم. یک فرهنگی که نماینده دنیای امروزه، درش نمادهای اصلیش هم شادی، لذت بردن از بدن، لذت بردن از زندگی و در واقع زندگی کردن به سبک و سیاق امروزیه، در مقابل فرهنگ حکومت که در حقیقت سوگوار و مرگ زده است و میخواد که در واقع بدنهای انسان نه برای لذت بردن، برای که آماده شهادت باشن و در اختیار حکومتی باشن که به نام دین یا به نام هر چیز دیگه‌ای میخواد اونا رو در واقع فدا و قربانی بکنه در راه هدفهای ایدئولوژی. بنابراین این دوتا فرهنگ که دوتا دوران در واقع تاریخ رو نمایندگی میکنن، اینا الان در مقابل همدیگه هستن. نه جامعه دیگه حاضر کوتاه‌بیاد، یعنی نسل جدید حاضره که خودش رو تبدیل به یک نسل سوخته بکنه، همونجوری که دهه 60 یا 70 ها میگفتن ما نسل سوخته هستیم. نسل جدید دیگه حاضر نیست تبدیل به نسل سوخته بشه و همزمان حکومت هم حاضر نیست در واقع در این حوزه اساسی کوتاه بیاد، برای اینکه فکر میکنه که اگر در این حوزه بخواد کوتاه بیاد، در واقع هویت حکومت و در واقع معنای این حکومت دینی به کلی ناپدید. تشکر میکنم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، که از پاریس پایتخت فرانسه مهمان ما بودید.